درود و وقت شما بخیر دوستان عزیز. اسمت حقیر هستم و خوش آمدین به یک درس جدید از کورس آموزشی آمازون. عزیزا، در این ویدیو میخواییم در مورد جنگل اسکاوت صحبت کنیم. طوری که در ویدیو قبلی دیدین، ما ایره یاد گرفتیم که چه رقم میتونیم یک پروداکت خوب پیدا کنیم از طریق کدام فاکتورها. البته فقط به شکل تئوری خواندیم، فعلا عملی نخواندیم، ولی عملیش هم کار میکنیم. حال در ویدیو امروی جنگل اسکاوت آشنا میشیم، سافتویری که از او استفاده میکنیم و پروداکت را پیدا میکنیم با اونمو فاکتورها. طوری که در ویدیو قبلی هم این گپ گفتم، باز میخواین تکرار کنم، کسایی که تازه در آمازون یا در هر مارکت پلیس دیگه میخواین که به بزنس آنلاین شروع کنین، کوشش کنین از روی سلیقه شخصی یا اپینین خودتان یک بزنس جور نکنین و یک پروداکت را نبیارین. اول مارکت مطالعه کنین، ریسرچ کنین، چون فعلا انالیتیکس، دیتا و این موضوعات بسیار زیاد در موفق بودن بزنس شما رول داره و طول و وسایل بسیار زیاده است که در هر عرصه بزنس میتونین از او استفاده کنین و انالیتیک انجام بدین. خب در این ویدیو طور گفتم در مورد جنگل اسکاوت صحبت میکنیم. البته این رقم سافتویرها دیگه همه است، مثلا هلیوم، ولی ما فعلا نمیخوایم در مورد دیگه صحبت کنیم، فقط میخوایم شما را همراه جنگل اسکاوت آشنا بسازم، چون یکی از بهترین سافتویرها است. خب میفهمین که در آمازون چند پروداکت وجود داره؟ تقریبا 500 میلیون پروداکت. وقتی شما جنگل اسکاوت استفاده میکنین، شما در بین یک جنگل کلانی از پروداکت ها میرین. طوری که از نام جنگل اسکاوت معلوم دار است، در انگلیسی اسکاوت ها میفهمین یعنی مثلا یک چیز را پالیدن. در فیلم ها میبینین وقتی که یک نفر در جنگل گم میشه، یک تیم تشکیل میشه و میره در جنگل که اون نفر را پیدا کنه، اونم رو میگن اسکاوت. مثلا در انگلیسی میگن اسکاوت اراوند، یعنی چهار تفر بگردین. وقتی که ما جنگل اسکاوت میگیم، این سافتویر معنایش نمی است که ما در یک جنگلی از پروداکت ها داخل میشیم. این سافتویر با فیلترهایی که داره بر ما بسیار با آسانی میتونه که همون پروداکت را که میخواییم پیدا کنیم، نه تنها پروداکت پیدا کرده میتونیم، بلکه در مورد مثلا سل هستوری از او یا تاریخچه فروشش که چه رقم فروش شده، چقدر مفاد داشته، اما کس که فروخته چقدر از او آید کرده، چند نفری را مفروشه، میتونیم در مورد تمام دیتیل های پروداکت معلومات بگیریم. بغیر از او میتونیم در مورد فروشنده ها که چقدر نفر فروشنده است در این پروداکت، چقدر آید میکنن، چقدر مثلا ریونیوشون است، ما آنها چقدر فروش میکنن، در این مورد هم پیدا کرده میتونیم معلومات. و در مورد خریدارها هم بعضی معلومات پیدا کرده میتونیم، در مورد بیهیویرشان، یعنی که چه رقم یک سلیقه دارن، چه رقم میخرن، کدام پروداکت ها را مثلا ریویو یا ریتینگش بالاست. به این شکل انالیتیکس و دیتا میتونیم از جی بگیریم. و طوری که براتون گفته بودم، انجام دادن بزنس آمازون بعضی اسکیل ها و توانایی ضرورت داره که یکی از اسکیل هایش نمی است که شما باید حوصله دیر داشته باشین که بگردین ریسرچ کنین در موردش. من طول یا وسیله را براتون معرفی میکنم و بسیار آسان است. ایره بعد از اینکه من براتون معرفی کردم، باز انستالش میکنیم و باز در ویدیوهای بعدی کار میکنیم و چندین پروداکت از طریق ازی پیدا میکنیم تا شما ببینید که چقدر با آسانی ما میتونیم که ازی استفاده کنیم و پروداکت که میخواییم پیدا کنیم. جنگل اسکاوت یک سافتویر امریکایی است که اگر یک مقدار تکنیکی تر نامش بگیریم، یک SaaS based سافتویر است. به این معنی است که یک سافتویر است که از طریق وب استفاده میشه و یوزرها در او سابسکرپشن میکنن و به دو رقم است. هم یک وب پیج داره که در اونجا میتونین برین به شکل وب از او استفاده کنین و هم یک کروم اکستنشن داره که در براوزر کروم رو انستال میکنیم که بازور هم میبینین من انستال میکنم و یکی چی کارهای امروش کده میتونیم کلش در ویدیوهای بعدی میبینیم. پس فعلا میریم و جنگل اسکاوت انستال میکنیم و در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خب میایم به کامپیوتر، میریم در براوزر خود و نوشته میکنیم junglescout.com و لینکش هم در دسکریپشن زیر ویدیو هست، میتونین از جمع کلک کنین بگیرین. خب این وبسایت هست، ببینین اول در مورد شک مقدار انفورمیشن داده که چی کارا کده میتونه این وبسایت، ببینین انالیتیکس ها، ببینین پروداکت ها را چه رقم لیست کرده. خلاصه اگر خواستین میتونین برین اول این رو بخونین ببینین چی گفته. خب ما میریم فعلا در ساین اپ و اکاونت میخواییم جور کنیم. وقت سر ساین اپ کلک میکنیم، یک قسمت باز میشه. دیگه ببینید پلان ها یا پرایس های از ببینید. یک رقم بیسیک است که 29 دلار است در یک ماه، یک رقمش 49 دلار و یک رقمش 84 دلار که پروفشنال است. و اگر شما مطالعه کنین که چی کارهایی که میتونین، تقریبا بسیاری کارها را به یک شکل انجام داده میتونین. چند تفاوت که دارم، دیگه شما ببینید در بیسیک شما میتونین که 20 تا پروداکت ترک کنین، در سویتش میتونین که
150 پروداکت ترک کنین و در پروفشنال 1000 پروداکت. و همچنان در سل استیمیتور 500 استیمیت در یک ما میتونین در اینجا بگیرین، در اینجا 1000 استیمیت میتونین بگیرین و در اینجا 1500 استیمیت. باز اونا بعد چیزای دیگه هم کم بودیاد، مثلا ببینین اپورتونیتی فایندر 3 دان از در اینجا انلیمیتد است. در پروداکت دیتابیس هم 3 سرچ هست، کیورد سکاوت هم 3 سرچ هست و سپلایر دیتابیس هم 3 سرچ هست در یک روز، در حال که در این دیگاه او رقم نیست. خلاصا اینی کمبودی ها را داره، شما میتونین که با زیر خودتان دقیق تر تفاوتایش رو بخونین. و یک موضوع دیگه هم براتون بگم، قیمت از اینکه 49 دلار در یک ماه است، این سالانه حساب میکنه، یعنی در یک سال اگه شما پیسه زیر بتین مثلا 589 دلار شما میتونین که اینو بگیرین، و اگه 20 دلار رو بگیرین نمیتونین که یک ماه بگیرین، باید که اینم یک سال بگیرین. و اگه شما ببینین که گفته پی ایرلی، اگه باز پی منتلی بگیرین مثلا بگیم ماهانه پیسه میتم، باز اون بیسیکش میشه 49 دلار در یک ماه و سویتش میشه 69 دلار و پروفشنالش هم 129 دلار. و من از این 69 دلار شروع کردم به خاطر اینمی قسمت که ما 3 دانه در این اپ داریم، به این خاطر من 49 دلار نگرفتم، ایره گرفتم. خلاصه شما میتونید نظر به مو خواستان هر کدامش بگیرین، ولی به نظر من که از این کده همین 69 دلار رو بگیرین خوبتر از پروفشنالش. یک مقدار چیزایی بیشتر داره که شاید ضرورت ما نباشه دفعتا. بر صورت قیمتاش دیدیم، کلیک میکنیم بای ناو امیر مثلا ما میخواییم بخریم. خب این صفحهش واس شد، در اینجا ببینین بازم در موردش انفورمیشن داده. ما اینجا ایمیل خود وارد میکنیم، من ایمیل را که در امازون استفاده کردم info@kalkai.com این استفاده میکنم و امیر کانفرم میکنم info@kalkai.com و پاسوردم یک چیز میمونم که یادم نره مقصد، بله این حاله پیش میریم. خود ایجا من انفارمیشن کارت خود وارد میکنم، فرست نیم، لست نیم، آدرس، تمام از چیزها رو وارد میکنم، شما می نمی چیزها رو وارد کنین و در مرحله بعدیش میبینیم. خب عزیزا، بعد از انستالیشن این صفحه ماست، داشبورد ما واس شد و طور که میبینید تمام چیزها فعلا صفر است. کوشش میکنیم که این اعداد تغییر بتهیم. خب اول میخوایم شما رو برای صفحه آشنا بسازم. طوری که میبینین طرف، خب از این دست راست بالا شروع میکنیم. خب اینجا عکس ما است، طوری که میبینین من کلیک میکنم و اینجا ما میدانیم که ستینگ اکانت خود تغییر بدهیم، سابسکرپشن خود تغییر بدهیم، کنسل کنیم یا اپگرید کنیم. میتونیم امازون ستینگ خود اینجا تغییر بدهیم که اکانت امازون رو در اینجا وصل کنیم. بیلینگ انفورمیشن ما رو میتونیم از اینجا تغییر بدهیم یا اپدیت کنیم. و همچنان تیم منیجمنت، یعنی که اشخاص دیگر هم در تیم خود اضافه کنیم که تا بتونن از این اکانت استفاده کنن. که این بسیار زیاد مهم است. فرضاً اگر شما یک اکانت یک نفر در امریکا جور میکنه و میخواد در افغانستان اکسس کنه، پس خوب است که شما یک نفر در اینجا اضافه کنین، به خاطر از اینکه اگر دو نفر در این زمان از دو جای دیگه لاگین شوه، جنگل اسکاوت احتمال زیادش میره که اکانت دیسیبل کنه، یعنی مثلا آل از امریکا شوه و مثلا یک ساعت بعد از افغانستان آنلاین شوه، پس 15 دقیقه بعد از امریکا آنلاین شوی، این جنگل اسکاوت او را باز اکانت دیسیبل میکنه. خلاصه تیم به اون خاطر است که میتونین نفر دیگر خودتون اضافه کنین. و طرف دست چپ تمام تولا یا وسایل است که ما دو استفاده میکنیم. مثلا اول سعی کنین تول باکس، بعدش پرادکت ریسرچ، بعدش سپلایرز، باز کیوردز، مارکتینگ، سیلز انالیتیکس، ادورتایزینگ، منیج پرادکت که اینجا انونتوری یا مستاکتان است، و اکادمی هم که از بخشی است که شما میتونین از این طریق برین و در موارد خود جنگل سکاوت بخونین و بیشتر یاد بگیرین، ببینین چقدر محتوای بالا و با ارزش در اینجا است. من خودم بسیار از اینجا خوانده ایم و یاد گرفتیم. خب حالا اینو ببینیم که اکانت امازون خود چه رقم به جنگل اسکاوت کانکت کنیم. اکانت امازون ما جدا جور شده، اکانت جنگل اسکاوت ما جدا. این حالا ما که بخوایم میره با هم دیگه وصل کنیم، میریم از این قسمت در روی اکستان دیگه کلیک کنین، بیاین در بخش امازون سیتینگ. در اینجا شما ببینید که ما وقت در اینجا یک اکانت در اینجا کانکت کردیم، یا یک اکانت آزمایشی است و اکانت را که ما شما در امازون جور کردیم، بریم که او را اینجا وصل کنیم. ببینید اول میایم و انتخاب میکنم که این اکانت ما در کدام ریجن است، در نورت امریکا، و پرایمری مارکت پلیسش کجاست، یونایتد استیت. نکست میگیم اکانت نیک نیم، اکانت نیک نیم ما از بازارک و سلر سنترال ایمیل ما از info@
hellkite.com. Authenticate account connection. اجازه میدیم که اکانت کانکت شوه و عزیزا ای اکانت ما فعلا وریفای نشده. به می خاطر اکانت ما فعلا کانکت نمیشه، اول باید وریفیکیشنش خلاص شده. خلاص شده طور گفتم یک میل بر من میای از طرف آمازون که در یک کد است و با کد ما وارد میکنم و اکانتم فعال میشه. خود طریقش براتون یاد دادم، دیدین که اینستالیشنش هم آسان بود و وصل کردن اکانت با آمازون هم آسان بود، میتونین به این شکل شما انجام بدین. در این ویدیو میخوایم که بیشتر از این صحبت نکنیم، نمیخوایم که درس زیاد شوه عزیزان، ما میخوایم که درس پرمحتوا و بسیار عمیق باشه، ولی به شکل قطعه های کوچک کوچک یا قسمت های خرد خرد باشه که بسیار زیاد نشه و امو هضمش آسان تر باشه. پس در ویدیوی بعدی عملی روی از این کار میکنیم و میبینیم که چه رقم میتونیم یک پروداکت ریسرچ کنیم. خب عزیزان، اگر این ویدیو بر شما مفید بوده، یک لایک زیر ویدیو بزنین تا یوتیوب این ویدیو رو به حیث یک ویدیوی مفید به دیگر هموطنان ما شما هم پیشنهاد کنم. وقت خوش میخوایم دوستای عزیز برتان و تا درس بعدی خداحافظ.